ساعت 10 به وقت تهران، بیننده یک بخش خبری از استدیو اینترنشنال در واشنگتن، با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. ادامه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه همزمان با حمله توپخانه اسرائیل به اردوگاه پناهجویان البرج. دبیرکل سازمان ملل میگوید برخی اقدامات اسرائیل در جنگ اخیر مشمول قتل‌های فراقانونی است. تصویب طرح 14 میلیارد دلاری جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا برای کمک به اسرائیل. دموکرات‌ها در سنا میگویند طرح مجلس را تصویب نمی‌کنند. و خطر اجرای حکم اعدام زندانی عقیدتی کرد قاسم آبسته. همبندان این زندانی میگویند او که بیگناه است برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده. اسرائیل اعلام کرد شهر غزه را کاملا محاصره کرده و اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس قرار است با جت شخصی از قطر به ایران سفر کند. یکی از مقامات حماس اعلام کرده هدف آنها از حمله به اسرائیل مختل کردن روند عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی بود. جنگ اسرائیل و حماس در حالی وارد 27مین روز خود شده که سازمان پزشکان بدون مرز درباره وضع مجروحان نوار غزه ابراز نگرانی کرده. این سازمان هشدار داده هنوز بیش از 20,000 زخمی در غزه هستند که دسترسی محدودی به مراقبت‌های بهداشتی دارند. گردان‌های زدین قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرده که رویارویی با اسرائیل در شمال غرب غزه با هماهنگی و همکاری گردان‌های قدس جهاد اسلامی صورت گرفته. به دنبال حمله پهپادی حزب الله به کشتزارهای شبعا در اسرائیل، سخنگوی ارتش این کشور هشدار داده که اسرائیل به تشدید تنش از سوی حزب الله پاسخ عملی خواهد داد. همزمان العربی گزارش کرده که پایگاه نیروهای آمریکایی حریر در شمال اربیل در اقلیم کردستان عراق مورد حمله پهپادی قرار گرفته. گروه مقاومت اسلامی عراق هم از حمله به یک هدف حیاتی متعلق به اسرائیل در سواحل بحرالمیت خبر داده است. این گروه وابسته به جمهوری اسلامی در بیانیه تاکید کرده که به حملات خود علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. همزمان با اوجگیری تنش‌ها، سخنگوی ارتش اسرائیل گفته قرار است اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس با جت شخصی از قطر به ایران سفر کند. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز از تماس تلفنی خود با اسماعیل هنیه و گفتگو درباره جنگ غزه خبر داده است. اسامه همدان از رهبران گروه حماس در اشاره به حمایت‌های خارجی از حماس گفته موضع جمهوری اسلامی در رأس همه حمایت‌ها از این گروه قرار دارد. این مقام حماس به حمایت گروه‌های نیابتی چون حزب الله، حوثی‌های یمن و مقاومت اسلامی عراق از حماس هم اشاره کرده. او حمله حماس را عملیاتی پیش دستانه علیه اسرائیل و آمریکا و در جهت مختل کردن روند عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی خوانده است. همدان همچنین گفته جنگ اوکراین و تحولات بین‌المللی به حماس فرصت داده تا روی طرح حمله به اسرائیل کار کند و آن را عملی سازد. مقامات دولت آمریکا بار دیگر اعلام کردند که به حمایت از اسرائیل ادامه می‌دهند. وزیر دفاع آمریکا در تماس با همتای اسرائیلی خود بر حمایت قاطع ایالات متحده از اسرائیل تاکید کرد. همزمان کاندیوز اسرائیل گزارش کرده که بنیامین نتانیاهو در حال بررسی درخواست‌های آمریکا برای یک آتش بس بشردوستانه کوتاه مدت است. اما در طرف مقابل کریس مورفی سناتور دموکرات ایالات متحده گفته به نظر نمی رسد اسرائیل به هدف پایان دادن به تهدید حماس دست یابد. مورفی از مقامات اسرائیل خواسته تا فوراً در رویکرد خود تجدید نظر کنند. او تاکید کرده که رویکرد فعلی اسرائیل آسیب‌های جدی و غیرقابل قبولی به غیر نظامیان وارد خواهد کرد. کریس مورفی پیش از حمله حماس به اسرائیل با انتقاد از تلاش دولت بایدن برای عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی خواستار حفظ حقوق فلسطینی ها شده بود.
و دبیرکل سازمان ملل اسرائیل را به استفاده غیر ضروری از زور علیه فلسطینیان در کرانه باختری و همچنین نیروی نامتناسب در حمله به غزه متهم کرد. آنتونیو گوترش گفته برخی اقدامات اسرائیل در جریان جنگ اخیر شامل تعریف قتل‌های فراقانونی می‌شود. و همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو همراه ما هستش تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای علوی، علی‌رغم درخواست‌ها برای آتش بس و هشدارهای بشردوستانه، شماری از ناظران میگن که اسرائیل هیچ راه دیگه‌ای در واقع نداره که بتونه حماس رو نابود کنه. واقعا راه دیگه‌ای نیستش؟ من گمان میکنم راه دیگه ای هست. ابتدا باید روشن بکنیم که وقتی ما در مورد مسئله بشردوستانه در نوار غزه و در مورد فلسطینی صحبت میکنیم، مسئله مون حماس نیست. این باید روشن بشه که حماس رو عمدتا گمان میکنم جز خود اعضای حماس و هوادارانش و دولت های مثل جمهوری اسلامی، ترکیه یا قطر، جریان دیگه ای در دنیا نیست که نپذیرفته باشه حماس گروهی در واقع تبهکار هست که مرتکب جنایت جنگی شده، جنایت علی بشریت انجام داده در حمله 7 اکتبر. البته خیلی بیش از اون، 2014 عفوی ملل تحقیقاتی انجام داده بود، منتشر کرد، راستی آزمایی کرد که حماس در حق مردم غزه هم مرتکب جنایت شده. عملا یک فضای امنیتی سرکوب اونجا حاکمه، چیزی که ما در ایران سالها داریم تجربه میکنیم. اون چه مسئله هست، مسئله جنگ اسرائیل با حماس نیست. کمتر کسی است بگه اسرائیل حق نداره از خودش مقابل حماس با حد اکثر قدرت دفاع بکنه. مسئله جان غیر نظامیانی هست که افینل در گزارش هفته پیشش گفت که دست کم در 3 مورد اسرائیل متهم هست به جنایت جنگی، چون به تناسب حمله نکرده. یا امروز در خبری که الان ما هم خوندیم بود، دبیرکل سازمان ملل میگه که مرتکب قتل‌های فراقانونی شده. یعنی اقداماتی انجام شده که ناقض حقوق بین‌الملل هست و تعهداتی که یک دولت داره. طبیعتاً حماس گروهی تبهکاره که باید سرکوب بشه، باید حذف بشه، باید کنترل بشه و نباید اجازه داد این گروه بتونه سرنوشت یک ملت رو گروگان بگیره. اینجا صحبت در مورد دولتی هست که امکاناتی برای برخوردهای نظامی هدفمند داره. قبلا ما ویدیوهای بسیاری دیدیم در این سالهای طولانی جنگ بین اسرائیل و نوار غزه و حماس که یک موشک مشخص یک طبقه از یک آپارتمان هدف میگرفت، هدف رو میزد و اسرائیل با افتخار نشون میداد واقعا هم به لحاظ نظامی عمل کرده ویژه‌ای بود. اونجایی که در این حملات اخیر سازمان بین‌المللی مثل عفوی ملل میگن، دبیر کل گفته، کمیسرهای عالی رتبه و بشر سازمان ملل گفتن، این است که اسرائیل شاید، این یه تحلیل هست، متأثر از اون جنایت وحشتناکی که حماس 7 اکتبر انجام داد، خیشتنداریشو از دست داده و عملاً داره متقابلاً به تعبیر عفوی بین‌الملل مرتکب جنایت جنگی میشه و طور گسترده داره اونجا عملیات انجام میده. 8000 کشته، 3700 کودک طبق آماری که منتشر شده، این میتونه کمتر یا حتی خود بیشتر باشه. عملاً ویدیوی وحشتناکی که می‌بینیم نشان میده که اسرائیل داره در واقع یک رفتار انتقامی انجام میده. دنبال عدالت رفتن یک بحث، انتقام گرفتن یک بحث دیگه است. اسرائیل این توان نظامی رو، عملیاتی رو داره به عنوان یک قدرت دولتی قاهره که دنیا، در واقع دولت‌های دنیا پشتش گرفتن که به شیوه عمل بکنه که در میان مدت حماس رو و نیروهای پشتیبانش رو البته در ایران و قطر و ترکیه تضعیف بکنه، از بین ببره و البته با گام برداشتن برای راه حل نهایی مسئله مردم فلسطین اساساً زمینه دوباره ساختن سازمانی چنین تبهکار رو از بین ببره، اگر اراده‌ای براش داشته باشه. حالا تأثیر افکار عمومی جهان و سازمان‌های حقوق بشری در میانه این جنگ چه میتونه باشه؟ این مهمه، چون بخشش برمیگرده به تجربه خود ما در ایران. ما در جریان همین خیزش انقلابی سال 1401، زن زندگی آزادی، در آبان 98، در دی ماه 96، در همه این سال‌های اخیر که حالا اینترنت هم بوده، امکان خبررسانی هم بوده، عملاً تجربه کردیم چقدر تلخه، چقدر دردناکه که دولت‌های دنیا صدای ما رو که زیر سرکوبیم نشنون، که دولت‌های دنیا سرکوب ما رو نادیده بگیرند، کشتن ما رو، زندانی کردن ما رو، اعدام کردن ما رو نادیده بگیرند و دولت جمهوری اسلامی که دولت تبهکار هست به تعریف، نقض حقوق بشر انجام داده، افینل بارها مستند کرده، سازمان بارها مستند کرده، باش بشینن گفتگو بکنن، باش معامله بکنن.
این ما با این تجربه از این منظر اینجا باید در به باور من در جایی بیستیم که کنار مردمه. ما میتونیم اخلاقا هم بیستیم در این موضع که آنچه که حماس کرد جنایت جنگی بود، جنایت علیه بشریت بود، حماس باید نابود بشه و البته زمینه‌های رشد دوبارش از بین بره. در این حال اون چیزی که اسرائیل انجام میده در حالی که توانش رو داره به شیوه دیگه انجام بده عملاً متضمن جنایت جنگی یا به تعبیر دبیرکل قتل فراقانونیه. به این ترتیب هم روشن بکنم ما ناچارم کنار مردم بیستیم چون خودمون تجربه کردیم. ما میدونیم در موقعیت مظلوم ایستادن زن و کودک و مرد غیر نظامی فلسطینی وقتی بمب ها میان رو سرش آوار میشن و دولت های دنیا در کنار دولت اسرائیل میایستند انگار اون وجود نداره، هرچی هم دبیر کل سازمان ملل عفو ملل هوفنون و بشر فریاد میزنن شنیده نمیشه. چه حسی داره؟ اگر ما بتونیم اینو به یاد بیاریم که اگر اینجا جای درست وای نسیم همون دولت هایی که امروز فلسطینی ها رو بازم میگم نه حماس رو که باید حذف بشه نمیبینن، همون دولت ها ما رو هم نمیبینن. اگر ما کنار صداهای انسانی و حقوق بشری نیستیم تلاش نکنیم برای اینکه دعوت بکنیم که باید جدا بشه مردم فلسطین از غزه. غزه 2 میلیون نفره، حماس در بهترین حالت 40,000 نفرن. نمیشه این دوتا رو با هم قاطی کرد، همونطور که ما مردم ایران جمهوری اسلامی نیستیم. این خیلی مهمه که این جا بیفته و افکار عمومی میتونه این تاثیر رو بذاره. حرفای کریس مورفی مهم بود، اون یه سناتور در واقع عالی رتبه آمریکایی، که یک جایی باید جهان مقابل این بیسته که مهم نیست که این دولت چقدر مطلوب ماست. همونطوری در مورد اوکراین نیست، در مورد اوکراین من اینو بگم، میدونم وقت محدوده، دادگاه در واقع جنایی بین‌المللی 40 پرونده در مورد اوکراین داره، در مورد حمله غیرقانونی روسیه به اوکراین و در کنار مردم اوکراین ایستاده. اینجا چرا ساکته؟ چون افکار عمومی نتونسته دولت‌ها رو ناچار بکنه از اینکه موضوع اخلاقی درست بگیره. بله، ممنونم از همکارم شاید علوی که اینجا در استودیو همراه ما بودی. و اما در آمریکا مجلس نمایندگان ایالات متحده طرح جمهوری‌خواهان برای ارائه 14 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل را تصویب کرد. بخشی از این پول قرار است صرف خرید سامانه‌های دفاعی گنبد آهنین و انتقال تجهیزات نظامی از آمریکا به اسرائیل شود. طرح جمهوری‌خواهان در حالی به تصویب رسید که چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات سنا بعید می‌داند این طرح در سنا به تصویب برسد. به گفته او سنا مایل به تصویب طرحی است که همزمان کمک به اسرائیل و اوکراین و بودجه‌ای برای حفاظت از مرزهای جنوبی آمریکا و مقابله با اقدامات چین در آن گنجانده شده باشد. و رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه ما هستند. آقای گوهرزاد، به نظر میاد که اختلافات در واقع جدیدی، اختلاف نظرهای جدیدی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به وجود اومده. چرا احتمال میدن که این طرح ممکنه در سنا تصویب نشه؟ درود من هم بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. پیش از اون که مسئله تصویب اون در سنا رو بخوایم نگاه کنیم، ببینیم این لایحه با رأی 26 تصویب شده، یعنی 12 تا دموکرات رفتن با جمهوری خواهان همراهی کردن و به اون رأی دادن. به این ترتیب این قدرت نمایی رهبری تازه جمهوری خواهان یعنی آقای مایک جانسون بود که بیاد یک طرحی رو بیاره که تازه در مورد اون بخشی که به اسرائیل میخوام بدن 75% اون میزانی است که آقای بایدن خواسته بود. اگه یادتون باشه آقای بایدن 106 میلیارد خواسته بود برای اسرائیل و اوکراین و مرزهای جنوبی و مسئله چین. میزانی که برای اسرائیل خواسته بود همکنون این بودجه 14 میلیاردی 75% اون رو کنار زده، کاهش کرده و بهش در اصل داره به 25%. این که پرسیدین چرا در سنا ممکنه تصویب نشه، دو علت اساسی داره. نخست این است که سنا با این قدرت برابری که هم اکنون در مجلس سنا وجود داره، آقای چاک شومر هم میخواد اون قدرت نمایی را اکثریت خودش رو داشته باشه. شماری از جمهوری خواهان رو جلب کرده که به اون چیزی که او میخواد رأی بده. به این ترتیب تازه اگر آقای چاک شومر بیاد یک طرح تازه‌ای رو بده از نظر میزان مبلغ که نزدیک بشه به اون چیزی که آقای بایدن
مشکل دیگر این است که آدم اندفری که آدم قدرتمندیه، ایشون در سنا ممکن است به نسبت دیگران تازه باشه، ولی در مجلس نمایندگان سالها نماینده مجلس بوده، بعدن آمده به سنا. در کنار او سناتور برنی سندرز، خانم الیزابت وارن و شماری از سناتورهای دموکرات هم رأی نخواهند داد، و تازه همه اینا هم که جمع بشه آقای بایدن میگه اگه این مورد نظر من نباشه اون رو وتو میکنم. این اختلاف قدرت نمایی دو حزب بر برابر یکدیگره که از مجلس نمایندگان شروع شده و به سنا هم خواهد قد رسید. آقای گوهرزاد، به جنگ حماس و اسرائیل بپردازیم. زمزمه هایی از درخواست برای آتش بس موقت بشردوستانه در آمریکا شنیده میشه. فکر میکنین چقدر این درخواست ها میتونه سیاست کلی آمریکا رو در این جنگ تحت تاثیر قرار بده؟ ببینین، آمریکا یک سره آمد یک دفعه گفت ما از اسرائیل به طور کامل پشتیبانی میکنیم، ولی اگر نتوانه این پولی که میخواد بده به اسرائیل و این کمکی رو که میخواد از نظر نظامی بکنه پیوندی به خواسته های خودش بزنه، آدم های مانند سناتور مورفی زیاد خواهند شد و خواهند گفتش که ما داریم از یک طرف پول میدیم ولی اونها حاضر نیستن حتی خواست بشر دوستانه ما رو بپذیرن. برای همین هم است که سفر دوباره آقای بلینکن و سفر آقای لوید آستین، اینها داره نشون میده که میخوان اسرائیل رو زیر یک فشار بذارن. این که آقای نتانیاهو گفته من به هیچ وجه نمیپذیرم، مانند اون حرفایی است که با یه دست کنار بزنه با یه پا پیش بکشه. ایشون ناگزیر خواهد بود زیر فشار آمریکا و باید هم ناگزیر باشه به خاطر مسائل بشردوستانه شکل جنگ رو عوض بکنه و نذاره این جنگ خیلی شعله هاش زیادتر بشه. کما اینکه شما منتظر هستین الان ببینین که آقای نصرالله چه خواهد گفت و آیا جنوب لبنان چه پاسخی خواهد داد. همه اینا میتونه آتشهای جنگ رو فروزان بکنه و آمریکا همون گونه که روسیه رفت در دادگاه بین‌المللی و مجرم شناخته شد، آمریکا هم میتونه به خاطر مشارکتی که با اسرائیل کرده در دادگاه بین‌المللی مورد هدف قرار بگیره. بله، سپاس از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا همراه ما بودید. کارشناسان حوزه‌های مختلف حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات بین‌المللی در رابطه با جانباختن آرمیتا گراوند، دانش آموز 17 ساله شدند. این کارشناسان در بیانیه‌ای نوشتند مرگ آرمیتا شباهت زیادی با جانباختن ژینا مهسا امینی دارد. این بیانیه همزمان با برگزاری مجمع اجتماعی سازمان ملل به ریاست جمهوری اسلامی صادر شده. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی باید قوانین تبعیض آمیز جنسیتی و به خصوص مقررات اجباری در رابطه با نوع پوشش شهروندان را از همه قوانین خود هم از قانون اساسی حذف کند. این کارشناسان همچنین از رویه مسئولیت از مجازات آزارگران جنسی در ایران ابراز نگرانی کرده و خواهان پایان یافتن این رویه غیرمنصفانه شدند. بنابر گزارش ها قاسم آبسته، زندانی عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام، از روز یک شنبه به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده. همزمان زندانیان سیاسی زندان قزلحصار با انتشار بیانیه‌ای که نسخه از آن به ایران اینترنشنال رسیده، خواهان جلوگیری از اجرای حکم اعدام قاسم آبسته شدند. در این بیانیه تاکید شده در جریان دادگاهی قاسم آبسته و صدور حکم اعدام برای او، حق دادرسی منصفانه به شکل فاحشی نقض شده است. زندانیان سیاسی زندان قزلحصار تاکید کردند صدور این حکم هیچ مبنای حقوقی ندارد و نجات جان قاسم آبسته تنها با همراهی مردم و فعالین حقوق بشری ممکن است. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال خبر داده که خانواده این زندانی عقیدتی برای آخرین ملاقات با او به زندان فراخوانده شدند. همین امر به نگرانی ها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او دامن زده. احمد رضا حائری، یکی از همبندان قاسم آبسته، از زندان قزلحصار با انتشار نامه سرگشاده خواستار اقدام فوری برای نجات جان این زندانی عقیدتی شده.
حائری در نامه‌اش نوشته آبسه به ارتباط با یک اتفاق تروریستی متهم شده و چون بی‌گناه بوده به صورت خود معرف خودش را به مقامات قضایی تسلیم کرده. به نوشته این زندانی سیاسی، قاسم آبسه با پرونده‌سازی‌های اداره اطلاعات ارومیه به محاربه متهم شده و حکم اعدام گرفته. احمد رضا حائری نوشته دادگاه آبسه با قضاوت قاضی مقیسه 2 دقیقه طول کشیده و قاضی به او گفته به خاطر کرد بودن، سنی بودن و سلفی بودن 3 بار اعدام میگیرند. و معین خزائلی حقوقدان از مالمو همراه ما هستند. آقای خزائلی، چه جزئیات بیشتری از پرونده قاسم آبسه وجود داره که نشون میده که در واقع این حکم صادر غیرقانونی و ناعادلانه است؟ درود بر شما و بینندگانتون. خب همینطور که ما میدونیم جزئیات پرونده قاسم آبسه به طور روشن نشون دهنده این هست که پرونده از ابتدای تشکیل شدن، از ابتدای آغاز با هدف اجرای مجازات اعدام، صدور و اجرای مجازات اعدام در حقیقت تشکیل شد. میدونیم که پرونده مربوط به 13 سال پیش هست، آذر 1388. متهمان این پرونده که شامل 8 نفر بودند در نتیجه جانباختن فردی بازداشت میشن، یعنی آنچه که در ابتدا به عنوان اتهام منتسب میشه اتهام قتل عمد بوده. پرونده بعد از اینکه ضابط قضایی در ارومیه اطلاعات سپاه پرونده رو به تهران میفرسته، شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، اونجا با توجه به شواهد که در پرونده وجود نداره مبتنی بر قتل عمد، برای اینکه بتونن مجددا مجازات اعدام رو دست کم منتسب بکنن، اتهام رو به افساد فلعرض تغییر میدن. هیچ دسترسی به وکیلی در پرونده وجود نداشته، هیچ یک از قوانین و قواعد مربوط به دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت نشده. همونطور که در اخبار هم گفتید خیلی سریع رسیدگی انجام میشه و حکم اعدام صادر میشه. پرونده انقدر دچار ابهامات و ایرادات بوده که در سال 95 در دیوان عالی کشور حکم اعدام رد میشه به تام افساد فلعرض و دوباره برمیگرده به دادگاه انقلاب. این بار اما قاضی دیگری که بدتر از مقیسه هست، یعنی شعبه 15 به ریاست ابوالقاسم صلواتی پرونده رو میپذیره. اونجا با تغییر اتهام از افساد فلعرض به محاربه دوباره تلاش میشه که در حقیقت مجازات اعدام رو منتسب بکنن، که خب این بار پذیرفته میشه با همکاری شعبه 15، یعنی ابوالقاسم صلواتی و اداره اطلاعات سپاه ارومیه. در نهایت پرونده با اتهام افساد فلعرض بدون هر گونه دسترسی به وکیل و رعایت قوانین حکم اعدامش صادر میشه و متاسفانه در دیوان عالی هم تایید میشه. آقای خزائلی، بر اساس در واقع آمارها و گزارش‌ها دستگاه قضایی در حال افزایش دوباره احکام اعدام هستش. این افزایش اعدام‌ها با چه هدفی دقیقاً صورت می‌گیره؟ بله، خب دستگاه قضایی در ایران مسلماً تبدیل شده به یکی از ابزارهای نمایش رعب و وحشت و سرکوب، و هر زمان که نظام جمهوری اسلامی به ویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که قانوناً باید ضابط باشن اما خودشون الان تبدیل شدن به مقام قضایی و اونها هستن که در حقیقت دستگاه قضایی رو اداره میکنن، هر زمانی که تصور میکنن که جامعه در شرایطی است که ممکن است دوباره اعتراضات خیابانی شکل بگیره و شرایط جامعه شرایط مناسبی از نظر امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی نیست، دست به دامن استفاده از مجازات اعدام برای نمایش سرکوب میشن. خب ما میدونیم که مجازات اعدام به ویژه در ایران با توجه به این 2 اتهام افساد فلعرض و محاربه، 2 اتهام و 2 مجازاتی است که خیلی راحت منتسب میکنند و در نتیجه با استفاده از این ابزار برای نمایش رعب و وحشت سعی میکنند سیستم سرکوب رو تقویت بکنند و مشخصا هم در هفته های اخیر روزهای اخیر با این هدف داره انجام میشه. آقای خزائلی، شما اشاره کردین که حکومت از مجازات اعدام در واقع برای نمایش سرکوب و قدرت نمایش استفاده میکنن، که خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید، فکر میکنین در این امر موفق هستش؟ میتونه در واقع با از این طریق مردم رو سرکوب کنه؟ مشخصا نه. خب اولین باری نیست که دستگاه قضایی در ایران این کار رو میکنه. ما شاهد این بودیم که اگر قرار بود این سیستم جواب بده، ما شاهد اعتراضات سال گذشته و خیزش زن زندگی آزادی نبودیم. خب اما با این وجود این به نظر میرسه تنها ابزاری است که نظام جمهوری اسلامی با توجه به قوانینی که داره میتونه ازش استفاده بکنه و توش هم به تصور خودش خوب هست در نمایش اعدام و اجرای اعدام. بله، سپاس از شما معین خزائلی حقوقدان که از مالمو همراه ما بودید.
و همچنین یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشین. همچنین ویدیوها و گزارش‌های خودتون رو برای ما روی واتساپ و تلگرام با شماره‌ای که در تصویر میبینین ارسال کنین. ویدیوهایی که برای ما میفرستین بخش مهمی از خبرهای ایران اینترنشناله. و در پایان تصاویری ببینیم از یک پرفورمنس جمعی از ایرانیان مونترال کانادا که با یاد آرمیتا گراوند اجرا شد. ایرانیان کانادا در پیامی گفتند جنبش زن زندگی آزادی پایه‌های استبداد دینی را لرزانیده و ما هرگز به قبل باز نخواهیم گشت.